سرخط خبرها. مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا. آیت الله خامنه ای هر گونه گفتگو با واشنگتن را رد کرد. رهبر ایران میگوید یا آمریکا توبه میکند و به برجام برمیگردد یا از مذاکره خبری نیست. دست کم 48 کشته و 78 زخمی در دو حمله مرگبار در کابل و پروان. طالبان مسئولیت حمله ها را پذیرفتند. اعتراض دوباره کارگران هپکو به مطالبات معوقه‌شان. مقام های عراق بازداشت و زخمی شدن شماری را تایید کردند. و رای گیری در انتخابات اسرائیل. بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس شانه به شانه هم پیش می روند. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. آمریکا میگوید که در مورد عامل حمله روز شنبه به تاسیسات نفتی عربستان هنوز به جوابی قطعی نرسیده. دونالد ترامپ دیشب در دیدار با ولیعهد بحرین گفت که قطعاً آمریکا میکوشد از جنگ با ایران اجتناب کند. آقای ترامپ گفت به نظر میرسد ایران پشت حملات به تاسیسات نفتی عربستان است، اما آمریکا به مدارک قطعی نیاز دارد. به رغم اینکه حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان را قبول کرده‌اند، بعضی از منابع اطلاعاتی آمریکا می‌گویند مبدأ این حمله‌ها یمن نبوده و ایران را متهم کردند. همزمان رهبر ایران هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کرده و خواستار مقاومت در برابر سیاست فشار حداکثری آمریکا شده. شیار گل گزارش می‌دهد. تحقیقات درباره حملات شنبه گذشته به بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی ادامه دارد. حملاتی که قلب اقتصاد این کشور را نشانه گرفت. حادثه‌ای که باعث شوک به بازار جهانی نفت شد. وزیر دفاع آمریکا این حملات را بی سابقه خوان و گفته ارتش این کشور برای واکنش آماده می شود. این در حالی است که رئیس جمهوری این کشور دیروز همچون گذشته پیام‌های زد و نقیضی داد. او از عکس‌العمل شدید به این حملات سخن گفت، اما همزمان گفت ترجیح می‌دهد از جنگ پرهیز کند. دونالد ترامپ گفت به احتمال زیاد ایران پشت این حمله‌ها بوده. سعودی ها میخوان از اونها حفاظت کنیم، اما باید با سعودی ها به راه حلی برسیم. به اونها حمله شده، نه به ما. ما مطمئنن به اونها کمک خواهیم کرد. متحد خوبی برای ما بودن. در طول چند سال گذشته 400 میلیارد دلار در کشور ما خرج کردند. پس از این حمله ها به عربستان سعودی، مسابقه برای فروش سلاح بیشتر به این کشور شروع شده. رئیس جمهوری روسیه هم دیروز به سعودی ها پیشنهاد فروش سیستم دفاع موشکی داد. ما آماده کمک به سعودی ها برای حفاظت از کشور و مردمشان هستیم. رهبران سیاسی عربستان باید تصمیم عاقلانه بگیرند، همچون رهبران ایران که موشک‌های دفاع هوایی S-300 از ما خریدند و رئیس جمهور اردوغان که سیستم S-400 را خرید. با این سیستم ما آنها می توانند از تأسیساتشان حفاظت کنند. مقام های عربستان سعودی و برخی از منابع اطلاعاتی آمریکا می گویند با توجه به سمت و مسافت یمن، مبدأ این حملات نمیتواند از این کشور بوده باشد، چیزی که حوثی‌های مورد حمایت ایران مدعی آنند. برخی از منابع اطلاعاتی آمریکا حتی از احتمال حملات همزمان پهپادی و موشکی از سوی ایران به تأسیسات نفتی بقیق و خوریز خبر می‌دهند. ما معتقدیم راه حل یمن، اما مقام‌های ایران این اتهام‌ها را رد کردند. کاری که مردم یمن انجام میدن دفاع مشروع از خودشون هست، حمله متقابل هست. در چند روز گذشته تنش بین ایران و آمریکا به مرحله خطرناکتری رسیده است. دونالد ترامپ گفته به فشارهای حداکثری برای کشاندن رهبران ایران به میز مذاکره ادامه میدهد. که هی اصرار کنن که بیایید. اما رهبر ایران امروز بار دیگر
هر گونه ملاقات با آمریکایی‌ها را مردود دانست. هیچ گونه مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها اتفاق نخواهد افتاد. منطقه خلیج فارس از نیروها و ادوات نظامی کشورهای منطقه و آمریکا پر شده. فرماندهان نظامی دو کشور از آمادگی برای جنگ سخن میگویند. هر حادثه خواسته یا ناخواسته میتواند ایران را به جنگی تمام عیار با آمریکا و کشورهای منطقه وارد کند. ژیورگل، بی بی سی. رضا علی جانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست. آقای علی جانی، در شرایطی که اینقدر تنش دوباره بالا گرفته، بستن باب مذاکره چه دو جانبه چه چند جانبه از جانب آیت الله خامنه ای به چه معنی میتونه باشه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. این موضع آقای خامنه ای حداقل اونچه در روی صحنه دیده میشه همچون مواضع و راهبردی که جمهوری اسلامی در 3-4 دهه اخیر در مواجهه با جهان داشته مغایر منافع ملت ایران هست و اصرار و پافشاری آقای خامنه‌ای روی نظرات خودش که مورد تایید اکثریت مردم ایران هم نیست، علامت این هست که ایشون میخواد تا به هر حال تا اونجایی که مصلحت نظام و اقتصاد کشور در حد ویرانی پیش میره پیش بره. البته این در مقطعی داره اتفاق میفته که جنگ داره صورت چه منازعه نامحدود چه حتی به هر حال منازعات مقطعی سایه شومش بر کشور ما و کل منطقه افتاده. در یه فاصله نزدیکی که آقای ظریف به سرعت به فرانسه آمد، آقای روحانی موضع گرفت که اگر من لازم باشه با هر کسی به نفع مردم ایران باشه دیدار میکنم. این دیدارها، این جملات به هیچ وجه پنهان یا بدون اجازه آقای خامنه‌ای نبود و این حکایت از اون میکنه که پشت صحنه به توافق نرسیدن و من تصورم این هست که منازعه ایران و آمریکا منازعه استراتژی هاست. آقای خامنه‌ای میخواد با نرمش های تاکتیکی مسئله رو تموم بکنه، ولی تجربه نشون داده و دولت سرسخت و برخی جنگ طلبان هم در صف آمریکایی‌ها کارشکنی می‌کنند و این نشون میده که صرفاً با تغییر تاکتیک و نرمش‌های تاکتیکی که برای ایران تغییر استراتژی سخت‌تره، برای طرف آمریکایی که خطاش رژیم چنج است شاید راحت‌تر باشه یا حداقل راحت‌تر تظاهر بکنه به این که رژیم چنج نمی‌خواد. بنابراین آقای خامنه‌ای در یه سکنج قرار می‌گیره که یا باید تغییر استراتژی بده یا تا اونجایی که می‌تواند و تا موقعی که مردم ایران اعتراضی نکردن بر این پافشاری و لجاجت ضد ملیش ادامه بده. خب با این اوصاف چه راهکاری پیش روی دولت حسن روحانی است؟ آیا راه حل دیپلماتیکی وجود داره؟ آقای روحانی نه فعلا میخواهد و نه میتواند تغییر مسیر بده. آقای روحانی اونقدر که از فرجام آقای هاشمی درس گرفته از برجام و نتایجش برای کشور درس نگرفته. آقای روحانی هم به نوعی آینده سیاسی خودش و مصلحت شخصیش رو به مصلحت کشور داره ترجیح میده، در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آژیر خطر رو ماهاست میکشن و استخوان مردم زیر فشار اقتصاد به حال ناتوان و اقتصاد تحت فشار ایران داره خورد میشه. آقای روحانی اینها رو به جای نمیگیره و اینها رو براش ارزش قائل نیست و مطیع آقای خامنه‌ای داره عمل میکنه و این نوعی دهنکجی به رأی مردم هم بود. متاسفانه این تا اعتراضی از سوی مردم صورت نگیره یا تا اقتصاد کشور بیش از این ویران نشه این مشکل حل نخواهد شد. البته ممکنه این تشدید منازعات و اعمال غیر مسئولانه و ماجراجویانه که حالا در منطقه اتفاق میفته میتونه یک ابزار هایی برای مذاکره هم باشه، ولی آقای خامنه‌ای با سرسختی خودش داره تمامی فرصت ها رو میسوزونه و این فدا کردن ملت ایران هست و سرنوشت مردم ایران و زندگی مردم ایران هست در پای جاه طلبی ها و بلند پروازی های بی پشتوانی که آقای خامنه‌ای 3 دهه است در پیش گرفته. متشکرم. رضا علی جانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی با ما. در 2 انفجار در کابل پایتخت و پروان در شمال کابل نزدیک به 50 نفر کشته و 78 نفر زخمی شدند. به گفته منابع محلی در پروان انفجار بیرون یک مرکز آموزشی پلیس زمانی رخ داده که هواداران تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی در حال وارد شدن به یک گردهمایی انتخاباتی در داخل این مرکز نظامی بودند.
در همین حال در کابل انفجاری در ورودی یک اداره بخشی از وزارت دفاع در نزدیکی سفارت آمریکا رخ داده. گروه طالبان مسئولیت هر دو حادثه را پذیرفته. نسرین نوا از کابل به ما پیوسته با جزئیات بیشتر. نسرین، هر دو انفجاری که امروز در کابل و پروان رخ داده از نوع انتحاری بوده. فرد سوار بر موتور امروز خودش را به ورودی این مرکز آموزشی در حوزه اول شهر چاریکار ولایت پروان نزدیک میکنه و انفجار میده. این انفجار همزمان با این صورت میگیره که محمد اشرف غنی همراه با تیم انتخاباتیش با هوادارانشان در این مرکز نظامی جمع شده بودند. اگرچه گفته شده که هیچ آسیبی به این تیم نرسیده، ولی انفجاری که بیرون از این مرکز از اتفاق افتاده برای مردم تلفات زیادی داشته. تا فعلا گفته شده که 26 نفر به شمول 4 نظامی کشته شدن و همینطور 42 نفر هم در این حادثه زخمی شدن. همینطور در کابل پایتخت در حوزه نهم میشه گفت نزدیک چهارراهی مسعود در مقابل ورودی یک بخش اداری از وزارت دفاع هم انفجاری صورت میگیره که این هم از نوع انتحاری بوده و تلفات غیر نظامیان را در پی داشته. تا فعلا گفته شده که 22 غیر نظامی کشته شدن و همینطور 38 غیر نظامی هم زخمی شدن. این انفجار تقریبا نزدیک به سفارت آمریکا و نزدیک به وزارت بهداشت این کشور هم بوده و طالبان مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفتن و وزارت داخله گفته که در بین تلفات زنان و کودکان هم شامل بودند. آیا میشه ارتباطی بین این حملات و شکست مذاکرات صلح طالبان و آمریکا دید؟ راستش پس از لغو مذاکرات صلح بین نماینده آمریکا و نماینده طالبان، جنگ در نقاط مختلف افغانستان شدت یافته. در بسیاری از ولسوالی ها درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان روز به روز شدیدتر میشه و بعضی ولسوالی ها حتی چندین روز بین طالبان و نیروهای امنیتی دست به دست میشه. بنابراین میشه گفت که تا یک حدی این حملات اخیر ربطی به لغو مذاکرات صلح داره، خصوصا بعد از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که دیگه به مذاکرات با طالبان ادامه نمیدن. طالبان گفتن که ما برای پایان اشغال در افغانستان دو راه داریم، جهاد و دوم مذاکرات، و در نهایت گفتن حالا که آمریکا حاضر نیست به مذاکرات ادامه بده، ما راه اولی را در پیش میگیریم. منظورشون همین جنگ هست و گفتن اگر لازم باشه ما حتی 100 سال هم به جنگ ادامه میدیم. بنابراین فشارهایی که از هر دو طرف به خاطر ادامه و از طرفی هم به خاطر لغو مذاکرات صلح صورت گرفته و این تنش‌ها باعث شده که در افغانستان جنگ شدت پیدا بکنه. اگرچه قسمتی از حملات این نوعی رو میشه ربط داد به اینکه انتخابات نزدیک هست و طالبان از طرفی با انتخابات هم مخالف هستن و میخوان که روند انتخابات رو مختل بسازن. متشکرم نسرین نوا، خبرنگار ما از کابل. در پی خودداری اشرف غنی از شرکت در مناظره انتخاباتی، عبدالله عبدالله رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری آقای غنی را به بی‌توجهی و رفتار اهانت‌آمیز با رسانه‌ها متهم کرد. قرار بود این مناظره دیشب بین سران دولت وحدت ملی در تلویزیون آریانا در کابل برگزار شود. ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای گفت که دلیل شرکت نکردن آقای غنی بی برنامه بودن تیم مقابل بوده. عبدالله عبدالله اما در مناظره حضور یافت و به سوالات پاسخ داد. این موضوع واکنش زیادی در پی داشت. شماری از تصمیم آقای غنی حمایت کردند و بعضی دیگر آن را فرار از پاسخگویی توصیف کردند. اعتراض کارگران هپکوی عراق یک بار دیگر جنجالی شد و به خشونت کشید. آنها در اعتراض به مطالبات معوقه شان دیروز برای ساعاتی خط راه آهن شمال جنوب ایران را بستند. با خاتمه اعتراض اما تغییری در شرایط کارگران به وجود نیامد. شبنم شبانی گزارش می‌دهد. این سفره که کارگران هپکو بر سرش نشستند سفره ای معمول نیست. نوحه‌ای هم که می‌خوانند همینطور. روی ریل نشستند و سنگ بر سفره گذاشتند. به نشانه سفره‌های خالی، حقوق معوقه و شکم‌های گرسنه خود و فرزندانشان. هر
هرچند تجمع دیروز این کارگران برای ساعتی راه آهن شمال به جنوب ایران را بست، اما ختمش خاتمه ای نبود بر نگرانی هایشان. اغلبشان بیش از 3 ماه حقوق عقب افتاده دارند و بعضی معوقاتی دارند از سال 95. اعتراض دیروز که اولین هم نبود اما به خشونت کشید. کارگران هپکو چشمانداز روشنی هم برای حل مشکلشان ندارند. بارها با وعده های عمل نکرده مسئولان روبرو شدند. حالا خواستشان این است وضعیت سهامداران هپکو و حدود مسئولیتشان روشن شود تا شرکت از برزخ بیرون بیاید و مطالبات کارگران اولویت باشد. مطالباتی که تا برآورده نشود برای کارگران مستصل احتمالاً راهی به جز فریاد خواستشان باقی نمی‌گذارد. شبنم شعبانی، بی بی سی. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. آیت الله خامنه ای هر گونه گفتگو با واشنگتن را رد کرد. رهبر ایران میگوید یا آمریکا توبه میکند و به برجام برمیگردد یا از مذاکره خبری نیست. در یک انفجار در پروان در شمال کابل دست کم 26 نفر کشته و حدود 40 نفر زخمی شدند. حمله دیگری در کابل هم 22 کشته و دست کم 38 زخمی به جا گذاشت. طالبان مسئولیت هر دو حمله را پذیرفتند. در ادامه برنامه، بررسی تعلیق پارلمان بریتانیا در دیوان عالی، دادگاه قانونی بودن اقدام بوریس جانسون را بررسی می‌کند. انتخابات سراسری اسرائیل در جریان است. این دومین انتخاباتی است که امسال برگزار شده. اگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در این انتخابات پیروز شود، چهارمین دور متوالی خواهد بود که قدرت را در دست دارد. مهرداد فرهمند الان از بیت المقدس با ماست. مهرداد، حال و هوای انتخابات چطوره؟ آیا استقبال شده با توجه به اینکه همین امسال یک انتخابات دیگه هم برگزار شده در اسرائیل؟ خیلی نمیشه تصویر روشنی از میزان استقبال داشت، به این دلیل که ما نمیتونیم بریم سر صندوق‌های رأی فیلم برداری کنیم. الان شما در فاصله دوری پشت سر من در یک مدرسه رو میبینید که محل رأی‌گیری. خیلی هم من الان رفت و آمدی اونجا نمیبینم، ولی این باز معنی ها این نیستش که در واقع آمار شرکت کننده ها کمه، چون که تعداد مراکز زیاد و زمان رأی‌گیری هم طولانیه. ما از این فاصله بیشتر نمیتونیم جلو بریم. معمولا اما در اسرائیل همیشه میزان شرکت در انتخابات بالا بوده و این بار هم حالا احتمال داره که همین در واقع میزان استقبال تکرار بشه، به خصوص با توجه به اینکه انتخابات بسیار داغیه. مرداد، بسیاری معتقدند که رقابت تنگیه بین احزاب بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس. اگر که دوباره در یک شرایطی قرار بگیریم که هیچ یک از دو طرف نتونن دولت تشکیل بدن چی میشه؟ الان فعلا هم احتمالی که مطرحه اینه که هیچ کدوم از طرفین نتونن اکثریت کافی رو به دست بیارن برای اینکه بخوان که ریاست دولت آینده رو در دست بگیرن و نیاز به ائتلاف دارند. این چالش بعدی است که همچنان آقای نتانیاهو یا آقای گانتس، البته آقای گانتس مدعیه که حکومت در واقع وحدت ملی تشکیل خواهد داد، ولی اگه آقای نتانیاهو پیروز بشه یا بتونه تعداد آرای کافی به دست بیاره برای تشکیل ائتلاف، این چالش رو باش پیشرو خواهد بود. و به همین دلیل هم الان شما از هر کدوم از ناظران صحنه سیاست اسرائیل هر چقدر هم کهنه‌کار باشن بپرسید، هیچ تصویر روشنی از نتایج انتخابات و اینکه بعد از انتخابات چه خواهد شد رو نمیتونن عرضه بکنن. خیلی همه کنجکاون که بمونن امشب ببینن که چه نتایج به دست خواهد اومد و بعد اینکه این نتایج به چه چیزی منتهی خواهد شد. مرتضی، با توجه به اینکه هر دو طرف هم راستگرا هستن، اساسا فرق آنچنانی بین آقای نتانیاهو و بنی گانتس وجود داره؟
بیشتر آقای گانتس از سلبیات آقای نتانیاهو استفاده میکنه، یعنی که اون نقطه ضعفایی که آقای نتانیاهو از خودش نشون داده، پرونده‌ای که به اتهام فساد داره در دادگاه و رسیدگی بهش تا بعد از انتخابات به تعویق انداخته شده، و اینکه او رو متهم میکنه به اینکه سیاست دو به هم زنی رو همیشه در پیش داشته، تفرقه بیانداز و حکومت کن، از اینها در واقع به عنوان برگه‌های علیه آقای نتانیاهو استفاده میکنه. آقای نتانیاهو در مقابل به صمیمیت خودش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، قدرتمندترین مرد جهان، روی اون تکیه داره. بیشتر در واقع در سیاست خارجی یا سیاستشون نسبت به فلسطینیان هر دو طرف موضع تقریبا یکسانی دارند، اما اون چی تعیین کننده تره مسئله سیاست داخلی و مسائل اجتماعی و اقتصادی که به خصوص آقای گانتس وعده‌هایی داده در مورد اینکه در خصوص مسائل داخلی اسرائیل بهبود ایجاد بکنه. متشکرم مهداد فرهمند، خبرنگار ما از بیت المقدس. دیوان عالی بریتانیا از امروز رسیدگی به پرونده تعلیق پارلمان را شروع کرده. پارلمان بریتانیا از هفته پیش به درخواست بوریس جانسون نخست وزیر به مدت 5 هفته تعلیق شد. دیوان عالی نسبت به اینکه بوریس جانسون در این زمینه قانونی عمل کرده یا نه رأی خواهد داد. بحث بر سر این است که آقای جانسون با تعلیق پارلمان حق نمایندگان برای تصمیم گیری درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را محدود کرده. تصاویر زنده‌ای می‌بینید از دیوان عالی، بحث و جدل در جریان در دیوان عالی. اما در استودیو پگاه بنی هاشم حقوقدان به ما پیوسته، خانم بنی هاشم، روند حقوقی که طی خواهد شد اساسا در وقت اول چقدر طول می‌کشه؟ یعنی امروز می‌دونیم که وکلای دو طرف در حال توضیح مواضعشون هستند، این مرحله چقدر قرار طول بکشه و کی رأی دیوان عالی رو ما ازش با خبر می‌شیم؟ درست فرمودین، تقریبا اینطور پیش بینی شده که از امروز روند دادرسی شروع شده و احتمالاً تا روز پنجشنبه به طول خواهد انجامید، ولی علتش اینه که قرار شده که دیوان عالی کشور تمام پرونده های مربوط به مسئله تعلیق پارلمان که در سرتاسر بریتانیا مطرح بوده رو یک جا بررسی بکنه. به همین دلیل تقریبا 2-3 روز روند رسیدگی طول خواهد کشید. از صبح همونجور که احتمالاً اطلاع دارین، خانم جینا میلر و وکلای ایشون علیه دولت و علیه بوریس جانسون و مسئله تعلیق پارلمان نوبت داشتن، صحبت کردن و از خودشون و به اصطلاح دفاع کردن، و در بعد از ظهر، در وقت بعد از ظهر، بعد از وقت تنفس، حالا این بار نوبت وکلای آقای بوریس جانسون بوده که از اعمال آقای نخست وزیر دفاع کنه. حالا اگر که این دیوان عالی روز پنجشنبه به نتیجه برسه که تصمیم بوریس جانسون برای تعلیق دادگاه قانونی نبوده، دادگاه دوباره شروع به پارلمان دوباره شروع به کار میکنه. صد البته همینطور خواهد بود. اینطور انتظار میره که همینطور باشه. حتی هفته گذشته هم که رأی دادگاه اسکاتلند اومد، تا ساعتی عصر خیلی از نمایندگان پشت در پارلمان، درهای پارلمان منتظر بودن و اعتقاد داشتن که اصلا با وجود اون رأی باید درهای پارلمان به روی اونا باز بشه. ولی به هر حال با همدیگه موافقت کردن که منتظر نظر دیوان عالی کشور بمونن. چه تبعاتی اگر که آقای جانسون شکست بخوره در دیوان عالی، چه تبعاتی میتونه براش داشته باشه؟ این خیلی عجیب بوده دیگه. میدونین یک فضای خیلی ملتهبی در سطح جامعه دیده میشه، حتی در تلویزیون، رادیو به صورت زنده صحبت میکنن، میگن اصلا همچین چیزی بی سابقه بوده که شما بخواید نخست وزیر، بالاترین مقام اجرایی کشور، رو به دادگاه بکشین. تبعاتی که حقوقدانان حتی به آقای بوریس جانسون به اصطلاح هشدار دادن، اینکه حتی ممکنه ایشون با حکم حبس مثلا مواجه بشه اگر اقدام غیرقانونی کرده باشه، اگر مشخص بشه که تعلیق پارلمان یه عمل غیرقانونی بوده که ایشون انجام داده، به خاطر اینکه ایشون در واقع وظیفه اینو داشته که وظیفه اجرای قوانین کشور رو داره، و در دادگاه اسکاتلند ایشون تا الان اتهامش ثابت شده که به ملکه اون چیزی رو که باید میگفته به ملکه الیزابت دوم نگفته و صحبتاش راستی آزمایی شده و راست نبوده، با دروغ همراه بوده. در نتیجه خب این خیلی جرم بزرگیه. به طور قطع میتونم بگم که اگر رأی دادگاه علیه آقای بوریس جانسون باشه، ایشون 100% مجبور به استعفا خواهد شد.
خیلی کوتاه یه بحث دیگه هم که بود راجع به این بود که تبعاتی برای ملکه آیا ممکنه داشته باشه، چون به هر حال ملکه رأی نهایی رو مبنی بر تعلیق پارلمان صادر کرد. نه، به هیچ عنوان همچین چیزی امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه ملکه بر اساس قانون قوانین مشروطه به اصطلاح سلطنتی عمل میکنه و ایشون حق دخالت در امور سیاسی رو نداره و همینجور که در قوانین گفته شده ملکه به مشاورین خودش از جمله نخست وزیر اعتماد میکنه، بنابراین هیچ مسئله قانونی متوجه ملکه نخواهد بود. متشکرم پگاه بنی هاشم، حقوقدان با ما. یک گزارش تحقیقی بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس نشان می‌دهد که نابرابری قابل توجهی بین کشورها و مناطق مختلف به ویژه در قاره آفریقا وجود دارد. این گزارش را دست‌اندرکاران پروژه گلکیپر تهیه کردند که کارشان پیگیری اهداف توسعه پایدار است. گزارش آنها نشان می‌دهد که چطور می‌شود برای رسیدن به این اهداف پیشرفت کرد. سوفی اکنه با بیل گیتس درباره دستاوردهای بنیاد خیریه‌اش گفتگو کرده. بزرگترین پیشرفتی که دیده ایم اینه که نرخ مرگ و میر کودکان کاهش پیدا کرده. از 29 سال پیش به نصف رسیده و همه کشورها در این زمان وضعیت بهتری پیدا کردند. همونطور که بقیه موارد مثل تغذیه و آموزش بهبود پیدا کرده. ولی هنوز شکاف واضح بین کشورهای ثروتمند و متوسط بدتر شده. وضعیت کشورهای فقیر در آفریقا همچنان غم‌انگیزه. میدونید نوزادانی که در فنلاند به دنیا میان 50 برابر اونها که در مرکز آفریقا به دنیا میان زنده میمونن؟ خب پس چطور کشورهای در حال توسعه میتونن این شکاف رو کم کنن؟ That is so enormous as you describe it. Well, the key way to reduce خب راه کلیدی کاهش مرگ و میر کودکان اینه که سیستم بهداشت و درمان رو بهبود بدیم. نه تنها فقط دکترها و پرستارها، بلکه باید مددکارهایی هم باشن که مادرها رو هم آموزش بدن. آموزش هایی در مورد نگهداری از نوزادان، واکسیناسیون و خیلی مسائل ابتدایی در مورد تغذیه. بنابراین دو راه برای یادگیری وجود داره. یکی اینکه به کشورهای دیگه که درآمد مشابه دارن نگاه کنیم و ببینیم چه کارهایی رو خوب انجام دادن. در زمینه سلامتی، آفریقا نمونه های مثبت زیادی داره. راه دیگه نگاه کردن به کشور خودتونه. این کار جدید پروژه گل کیپرزه. ما موفق شدیم مناطقی تعیین کنیم و نشون داریم که مثلا بین هند و نیجریه تفاوت‌های زیادی وجود داره. اگر بتونیم بدترین مناطق رو در کنار بهترین مناطق بگذاریم، میشه پیشرفت‌های زیادی در زمینه آموزش کرد. You have dramatic differences and if you can just bring the worst districts to be near to the best districts. یعنی بخش خبری ممنون که با ما هستید.